سلام بر شما خوش آمدید به برنامه ایران و جهان من فریبا شیرزی هستم در برنامه این هفته به ادامه واکنش ها به دستگیری های اخیر روزنامه و خبرنگاران در ایران خواهیم پرداخت نگاهی داریم به نشست ویان دو درباره بحران سوریه از بیانیه پایانی نشست مشترک سران کشورهای عربی و آمریکای لاتین خواهیم گفت و گزارشی هم داریم از لغو مهمانی رسمی در کاخ الیزه در آستانه سفر حسن روحانی به پاریس به دلیل سرو شراب در زیافت ناهار کشور میزبان با ما همراه باشید کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند که بازداشت ارعاب و تقیب قضایی روزنامه نگاران و کنشگران مدنی را متوقف و روزنامه نگاران زندانی را در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی آزاد کند. موج اخیر بازداشت روزنامه نگاران در ایران که دو هفته پیش توسط واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران آغاز شد با واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مواجه شد. گروهی از کاوشگران و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه 20 آبان ما با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف روند بازداشت، ارعاب، آزار و تعقیب قضایی روزنامه‌نگاران در ایران شدند و از مقام‌های قضایی این کشور خواستند که در آستانه انتخابات پارلمانی در ایران روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی زندانی را آزاد کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز در بیانیه کارشناسان سازمان ملل همچنین از ایران خواسته شده که جیسون رزایان خبرنگار واشنگتن پست در تهران را که مستبدانه و غیرقانونی به خاطر دفاع صلح طلبانه از حقوق اساسی شهروندان بازداشت شده آزاد کند جیسون رزایان 39 ساله که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد از تابستان سال گذشته در بازداشت به سر میبرد او در دادگاهی غیرعلنی به ریاست قاضی سلواتی به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی ایران محاکمه و یک ماه پیش محکوم شد اما حکم او هنوز ابلاغ نشده و گفته می شود که مقامهای ایرانی قصد دارند از او برای گروکشی و چانه بر سر مبادله با ایرانیان زندانی در آمریکا استفاده کنند. موج اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران از هفته گذشته توسط واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران آغاز شد بازداشت این روزنامه نگاران که از سوی رسانه های نزدیک به سپاه نفوزی های دشمن خوانده شدند با واکنش حسن روحانی رئیس جمهور ایران روبرو شد. او از مقام های مسئول خواست که پروندهسازی برای روزنامه نگاران برای اعمال فشار و تصفیه حساب سیاسی با دولت را متوقف کنند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در واکنش به بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران در ایران برای بازجویی این اقدام را دور تازه سرکوب آزادی بیان و آزادی رسانه ها خواند به گفته وی چندین روزنامه‌نگار و فعال مدنی نیز برای بازجویی فراخوانده شدند آقای شهید گفته بود حکومت ایران نباید صداهای منتقد و مخالف را زیر عنوان مبهم و بی اساس نگرانی های امنیتی خاموش کند ایسا سهرخیز روزنامه نگار و فعال سیاسی احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان آفرین چیتساز یادداشت نویس روزنامه ایران حسن شیخ آقایی مدیر وبسایت روانگه و سامان سفرزایی از دبیران نشریه اندیشه پویا از جمله روزنامه نگارانی هستند که در دور اخیر سرکوب بازداشت شدند گفته می شود که 20 تن از روزنامه هم برای بازجویی به اطلاعات سپاه احضار شدند. روز سهشنبه هفته جاری نیز اعلام شد که سلماز ایکدر روزنامهنگار ایرانی به اتهامهایی چون توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس تعذیری محکوم شده است ابراهیم رئیسی را... دادستان کل ایران چهارشنبه هفته گذشته از روزنامه بازداشت شده به عنوان یک شبکه نفوذی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و همچنین عناصر جاسوس و مزدوران قلم به دست آمریکایی نام برده بود حسن روحانی روز 13 همه آبان ماه با اشاره به اینکه نباید با کلمه نفوذ بازی کرد گفته بود بیخودی نرویم برای بعضی بهانه بگیریم و برای آنها پرونده کنیم و بعد بیاییم این پرونده را در کشور بزرگ کنیم بعد بگوییم این خط خط نفوذ است گزارش ها حاکی است که تا اردی بهشت ماه امسال دست کم 45 روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند که یکی از بالاترین ارقام در جهان است دیوید کی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان و عقیده میگوید آزادی بیان محور تضمین روندهای سیاسی باز، آزاد و عادلانه است. سازمان گزارشگران بدون مرز در فروردین ماه امسال ایران را با 46 روزنامه نگار زندانی یکی از کشورهای جهان دانست که بیشترین آمار روزنامه نگاران زندانی را دارند. ایران جهنم روزنامه نگاران در جهان شناخته می شود. اما رئیس دستگاه قضایی ایران در واکنش تند و بی پرده به گفتای حسن روحانی اعتراض کرد و آن را سخنانی خلاف خواند که بیان آن از مسئولان مطلع نظام انتظار نمی روید. حسن روحانی در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات از وجود هاشی های امن برای برخی از رسانه ها انتقاد کرد و گفت از طریق برخی روزنامه ها می توان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می شود. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به گفته های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در انتقاد از نقش برخی روزنامه ها در دستگیری های اخیر سخنان آقای روحانی را سخنانی خلاف و توهینی به قوه قضایی توصیف کرد. رئیس قوه قضایی ضمن انتقاد از انتقادهای افراطی از توافق هستئی گفت که دلیلی نیست برجام افتخار ملی باشد. آقای روحانی در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات از رسانه هایی که به گفته او نقش پلیس مخفی را ایفا می کنند انتقاد کرده بود و گفته بود که از تیتر بعضی مطبوعات می شود فهمید که چه کسی فردا بازداشت می شود. آقای لاریجانی در جلسه روز دوشنبه 18 آبان مسئولان عالی قضایی حسن روحانی را به طور مستقیم مخاطب قرار داده و از اظهارات او انتقاد کرده است. او گفته است رئیس جمهور محترم دو سه عبارت را به بردند از جمله اینکه قوه غذایی باید معمن جامعه باشد و اگر نمک سالم باشد هر چیزی اشکال داشته باشد می توان جلوی آن را گرفت اما اگر نمک فاسد شود کار بسیار سخت می شود باید پرسید مقصود از این جملات شرطی چیست آن هم در حالی که این جملات در مورد قوه مجریه هم کاربرد دارد و می توان گفت اگر قوه نقطه مجری فاسد شود، اگر دولت فاسد شود و اگر رئیس جمهور فاسد شود، کار سخت می شود. رئیس قوه قضاییه ایران گفته اگر مقصود این است که القا کنیم قوه قضاییه اینطور شده است که افترا است و اگر غیر از آن باشد اهانت است. یک روز پیش از این آقای روحانی در بازدید از نمایشگاه مطبوعات گفته بود نمی شود که در کشور برخی رسانه ها برای همیشه از تعطیلی و توقیف موسون باشند و حاشیه امنی داشته باشند و نه تنها هرچه می بنویسند که نقش پلیس مخفی را ایفا کنند به طوری که از برخی نشریات می توان فهمید فردا چه کسی بازداشت یا توقیف می شود و ریختن آبروی چه کسی در دستور کار است. رئیس قوه قضاییه ایران این بخش از اظهارات آقای روحانی را نادرست و خلاف واقع و توهین به دستگاه قضایی دانسته و گفته اینطور القا می کنیم که روزنامه خاصی طوری بر قوه قضایی سیتره دارد که امروز میگوید و فردا فردی دستگیر می شود اینها سخنان خلافی است که هیچگاه انتظار بیان آن را از مسئولین مطلع نظام نداریم آقای روحانی قانون شفاف و تنبیه و تشویق روشن را نیاز مطبوعات امروز ایران خوانده و گفته بود آخرین مجازات اعدام است و مجازات اولیه مسائل دیگری است و اگر یک رسانه تخلف کرد و نهاد رسانه او را متخلف خواند وزارت ارشاد و هیئت نظارت و قوه قضایی باید آن را بررسی کنند که آیا این رسانه به نفع کشور کار کرده است یا به نفع بیگانه است رئیس جمهور ایران گفته بود هر مأمور امنیتی نمیتواند معیاری برای نشریات باشد و ما باید به سمت نظام و قانون یکسان برای همه حرکت کنیم. معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ای ایران با اشاره به اقدامات خارج از اجماع و خودسرانه برخی از بازیگران رویدادهای سوریه از جمله آمریکا اعلام کرده ایران برای شرکت در نشست وین دو ملاحظات جدی دارد به گفته آقای امیر عبداللهیان جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که یک کشور با اقدامات خودسرانه و خارج از اجماع بر نشست وین دو تاثیرگذار باشد شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی وین سرگرم انتخاب یک هیئت نمایندگی واحد مرکب از اعضای اپوزیسیون سوریه هستند که باید در آینده وارد گفتگو با رژیم سوریه در دوری انتقالی شوند. بنابر گزارشی که خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه 20 آبان منتشر کرده، یک منبع دیپلماتیک گفته است قرار است از میان اپوزیسیون دولت سوریه نهایتا بین 20 تا 25 نفر از افراد انتخاب شده در کمیسیون اصلاحات سیاسی و امنیتی وارد شوند بنابراین این گزارش دولت مسکو از همکنون نام 38 تن از اعضای اپوزیسیون بشار اسد از جمله رؤسای پیشین اطلاف مخالفان رژیم دمشق یعنی احمد جربا احمد معازل الخطیب هادی البهره و رئیس کنونی اعتلاف خالد الخوجه را در فهرست پیشنهادیش گنجانده است گفته می شود عربستان سعودی و مصر نیز دو فهرست جداگانه مرکب از سی تن از مخالفان رژیم بشار اسد را تهیه و ارائه کردند خبرگزاری فرانسه سپس افزوده است که توافق بر سر یک فهرست واحد مدت زمانی طولانی به درازه خواهد کشید در همین حال استفن دومیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در پایان نشست شورای امنیت سازمان ملل از قدرت‌های جهانی خواست که با بهره‌گیری از تحول جاری مذاکرات بین در مورد سوریه برای خارج کردن این کشور از جنگ خونریزی تلاش کنند. قرار است حدود 20 کشور روز شنبه 23 سوم آبان طرح صلح از جمله طرح یک آتش بس میان رژیم سوریه و برخی از مخالفان آن را در وین تنظیم کنند فرستاده ویژه سازمان ملل گفته است که مذاکرات وین باید اهداف قابل تحققی را به مردم سوریه ارائه کند و یکی از این اهداف باید کاهش خشونت در این کشور باشد وی تصریح کرد سازمان ملل تاکنون شماری از گروهها به ویژه گروه دولت اسلامی و جبهت النصره را که شاخه القاعده در سوریه به شمار می رود از جمله گروه های تروریستی در سوریه معرفی کرده است و اکنون لازم است که کشورهای درگیر در مذاکرات بین المللی وین در این خصوص با یکدیگر به توافق برسند سامنتا پاور نماینده ای آمریکا در سازمان ملل نیز گفت مذاکرات بین المللی وین باید به یک آتش بس در سوریه و گشایش مسیر یک راه حل سیاسی در این کشور منجر شود نماینده انگلستان در سازمان ملل که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد گفته است پانزده کشور عضو این شورا پشتیبانی خود را از استفند میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل اعلام کردند همزمان وزرای امور خارجه روسیه و ایران روز چهارشنبه بیستم آبان در پی یک گفتگوی تلفنی با انتشار یک بیانیه مشترک اعلام کردند که مذاکرات وین درباره سوریه نباید جایگزین مذاکرات میان رژیم سوریه و مخالفانش شوند در بیانیه مشترک سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف آمده است که کشورهای شرکت کننده در مذاکرات بین المللی وین نباید نتایج مذاکرات و گفتگوها میان نمایندگان رژیم سوریه و مخالفان آن را از قبل تعیین و اعلام نمایند در تحولی دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در مورد حضور و نحوه شرکت ایران در وین دو در حال بررسی دقیقتر و بیشتر هستیم وی تصریح کرد برخی از بازیگران از جمله آمریکایی ها در یک هفته گذشته اقداماتی را انجام دادند که به نظر می رسد به دنبال این هستند و اصلا خودشان یک ایده ای را پیش ببرند و با کشورهای خاص هم مشورت می کنن. اگر این مسئله صحت داشته باشد و برای ما روشن شود حتما نسبت به ورود در نشست ویان دو و روند پیگیری مباحثی که در وین یک مورد توافق قرار گرفته و در پایان نشست در بیانیه نوماده ای منتشر شده است ملاحظات جدی خود را داریم معاون وزیر امور خارجه گفت روزها در دو هفته گذشته رایزنی هایی را با برخی از معارضان داشتند اما اعلام کردند که در این مرحله برگزاری یک نشست گسترده با معارضه با عنوان تشکیل جلسه گفتگوی نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در دستور کار نبوده است آقای امیر عبداللهیان گفت هر تصمیمی در نشست وین در ارتباط با مباحث سوریه باید مبتنی بر رأی و نظر همه اعضای نشست باشد و برای ما اجماع در تصمیم گیری ها حائز اهمیت است معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی درباره روابط با عربستان گفت ما همباره از گفتگو و همکاری با عربستان سعودی استقبال کرده ایم اما حقیقت این است که سعودی ها همچنان از گفتگو فرار می کنند. منابع خبری در ایران خبر دادند دفتر آیت الله یوسف سانی در شهر نجف و بود اسبان مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته. مهاجمان بخشهایی از دفتر این مرجع تقلید را به آتش کشیدند و بر روی دیوارهای شعار مرگ بر منافق را نوشتند. آیت الله از مراجع منتقد رهبر جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال 88 از سرکوب معترضان به شدت انتقاد کرد. افراد ناشناس سه شنبه شب 19 آبان ضمن حمله به دفتر آیت الله یوسف سانعی در نجف آباد اصفهان بخش هایی از این دفتر را آتش زدند. سایت باستاب روز روز چهارشنبه 20 آبان خبر داد که نیمه شب گذشته تعدادی افراد ناشناس با حمله به دفتر آیت الله یوسف سانعی در نجف آباد ضمن به آتش کشیدن بخشی از ساختمان دفتر خواستار تعطیلی آن شدند بر اساس این گزارش از چند ماه گذشته کارکنان دفتر این مرجع تقلید منتقد حاکمیت بارها از طرف برخی افراد تندرو تهدید شده بودند. پیش از این نیز به دفاتر آیت الله سانه ای در تهران، قوم و مشهد حمله شده بود. بر اساس عکس های منتشر شده در این وبسایت، حمله کنندگان بر روی دیوارهای این دفتر شعار مرگ بر منافق نوشتند. این سایت اشاره بیشتری به هویت حمله کنندگان به این دفتر نکرده است. سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی نیز از حمله کنندگان با عنوان نقابداران ناشناس نام برده است. دفتر و خانه آیت الله ای در شهر قم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بارها از سوی نیروهای منتصب به هواداری از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مورد حمله فیزیکی قرار گرفته بود. سایت این مرجع تقلید نیز در سال 89 فیلتر شد. سایت روز نو در سال 92 خبر داد که سایت آیت الله سانعی پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی رفع فیلتر شده است. آقای سانعی احکام فقهی نوعی به ویژه درباره حقوق زنان و حقوق غیر مسلمانان صادر کرده است. او از منتقدان سریح حکومت ایران بوده است و یکی از معدود روحانیان بلند پایه حامی معترضان به انتخابات سال 1388 بوده است. در همین حال احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفت از آنجایی که مقام معظم رهبری امام است ائمه جمعه هر شهر در نقش امامزاده آن شهر است و بقعه و بارگاه هم همان دستگاه نماز جمعه است بنابراین شما باید از امام جمعه شهرتان محافظت کنید آقای علم در گرده همایی مسئولین ستادهای نماز جمعه استان خراسان رضوی که صبح چهارشنبه 20 آبان در دفتر شورای گذاری ائمه جمعه برگزار شد گفت مردم نباید بی در و دروازه امام جمعه را نقد کنند اما چهارمین دور نشست مشترک سران کشورهای عربی و آمریکای لاتین با صدور بیانیه‌ای به کار خود در ریاض پایان داد در این بیانیه به موضوعات مختلفی از جمله بحران در فلسطین، سوریه، یمن و لیبی، مسائل اقتصادی، روابط میان کشورهای عرب و کشورهای آمریکای جنوبی اشاره شده. شرکت کنندگان در این نشست از جمله رهبران عربستان و مصر بر افزایش تلاش ها برای مبارزه با تروریسم تاکید کردند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز سهشنبه 19 آبان در افتتاحیه کنفرانس کشورهای عربی و آمریکای لاتین از افزایش تلاش این کشور در جهت هماهنگی مشترک برای مقابله با خطر تروریسم خبر داد. پادشاه عربستان سعودی گفت ما از توافق و نزدیکی دیدگاه های من در بسیاری از مسائل بین المللی خورسندیم از مواضع مثبت کشورهای دوست در آمریکای جنوبی که تایید کننده مسائل عربی ببیج مسئله فلسطین است تمجید می کنیم. همچنین دستاورت های سه اجلاس پیشین را ارج می نهیم و آرزوی هماهنگی مواضعمان من را در مسائل مطرح شده در عرصه های بین المللی و مبارزه با تروریسم و تندروی و انتشار دار فرهنگ صلح و گفتگو را داریم عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز در سخنرانی خود در ریاض گفت تلاشها برای مبارزه با تروریسم تنها با تمرکز بر جنبه های امنیتی و نظامی سمر بخش نخواهد بود رئیس جمهوری مصر گفت کشورهای عربی در پی همکاری اقتصادی بزرگتر با کشورهای آمریکای لاتین هستند در این اجلاس نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب هم بر ضرورت پشتیبانی از تلاش های جاری به رهبری عربستان سعودی برای حل و فصل بحران یمن تاکید کرد وی گفت دستیابی به راه حلی برای بحران سوریه می تواند به بیرون راندن تروریسم از منطقه کمک کند دبیر کل اتحادیه عرب گفت در پی همکاری هستیم که پایه همکاری استراتژیک عربی لاتین را فراهم آورد وی همچنین بر ضرورت اصلاح نظام سازمان ملل متحد و شورای امنیت تاکید کرد بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز که در این اجلاس حضور داشت بر حمایت بین المللی از تلاش های عربستان سعودی که با هدف حل و فصل بحران یمن صورت میگیرد تأکید کرد و همچنین از تلاش کشورهای اردن و لبنان برای حمایت از آوارگان سوری قدردانی کرد دبیر کل سازمان ملل بر حمایت سازمان ملل متحد همچنین از تلاش کشورهای شرکت کننده در سعی برای یافتن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه تاکید کرد دبیر کل سازمان ملل متحد تونس را نمونه‌ای تابناک برای بهار عربی دانست و خاطر نشان کرد که کشورهای آمریکای جنوبی همکاری سازنده با یکدیگر دارند در تحولی دیگر منابع یمنی روز سهشنبه 19 آبان اعلام کردند عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری این کشور هیئتی را برای شرکت در مذاکرات با حوسی ها و نمایندگان علی عبدالله ساله در ژنو تعیین کرده است این هیئت رسمی یمنی بنا به درخواست اسماعیل ول شیخ فرستادی ویژه سازمان ملل متحد برای مذاکره ژنو و به منظور یافتن راه حلی برای بحران این کشور تشکیل شده است به گزارش العربیه این هیئت به ریاست عبدالملک المخلافی و تعدادی از مشاوران منصور تشکیل شده است قرار است این هیئت درباره نحوه اجرای 22 2216 که به موجب آن حوسیها باید شهرها و موسسات دولتی را ترک کنند مذاکره کند آقای المخلافی اعلام کرده اولویت هیئت رسمی یمن در مذاکرات ژنو بررسی چگونگی اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت است وی تصریح کرد هنوز مشخص نیست که حوسی به تعهدات خود که در چارچوب قطعنامه شورای امنیت قرار دارد عمل خواهند کرد یا نه اما دولت مشروع یمن از ابتدا خواستار حل بحران و برقراری صلح بوده است غذای حلال بدون شراب این شرطی بود که دولت ایران برای حضور حسن روحانی و هیئت همراهش در زیافت نهار فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه گذاشت. شرطی که مقامات فرانسوی نپذیرفتند و گفتند شراب بخشی از فرهنگ فرانسه است. برای همین فرانسه پیشنهاد یک مهمانی صبحانه را داد که این بار ایران آن را قاطعانه رد کرد. جدا از این اختلاف نظرها اما سرمایه گذاران و کارآفرینان دو کشور چشم به همکاری های اقتصادی پس از توافق اتمی دوختند که ارزش اقتصادی آنها ممکن است میلیون ها یورو باشد. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در آستانه سفر رسمی رئیس جمهوری ایران به پاریس خواستار تضمین آمریکا به شرکت های اروپایی شده است که در صورت بازگشت تحریم های ایران به دلیل تجارت با تهران مجازات نشوند وزیر امور خارجه فرانسه روز سهشنبه 19 آبان در سخنانی در پارلمان این کشور گفت روحیه آمریکایی ها روحیه همکاری بوده اما ما حالا میفهمیم که این رفتار به مسئله ملم تبدیل شود و مسائلی که تاکنون برای شرکت ها پیش آمده دوباره رخ ندهد آمریکا اخیرا به شرکت های بین المللی هشدار داد که تحریم های ایران هنوز لغو نشده و از عجله برای امضای قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری با ایران خودداری کنند آمریکا در سال 2014 شرکت فرانسوی BNP پاریباس را به خاطر نقض تحریم های ایران تقریبا 9 میلیارد دلار جریمه کرد. این هفته هم دویچه بانک آلمان ناچار شد به علت نقض تحریم های کشورهایی مانند ایران و سوریه و انجام معاملات برای آنها مبلغ 258 میلیون دلار به آمریکا جریمه بپردازد قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه با یک هیئت سیاسی اقتصادی روز شنبه عازم دیدار از ایتالیا و سپس فرانسه شود. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز سهشنبه 19 همه آبان ماه اعلام کرد طی سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با آن کشور چندین قرارداد و توافقنامه در زمینه های مختلف امضا خواهد شد. دفتر فرانس و اولاند اعلام کرده وزیران و اعضای حیات های دو کشور توافقهایی را برای همکاری در زمینه های مختلف به ویژه سیاسی اقتصادی حمل و نقل هوایی بهداشت و کشاورزی امضا خواهند کرد. علی آهنی سفیر ایران در پاریس گفته تهران انتظار دارد توافقی مهم در پی دیدار حسن روحانی از فرانسه شکل گیرد آقای آهنی از خودروسازی بخش انرژی حمل و نقل هوایی و راه آهن به عنوان نمونه هایی که انتظار می رود قراردادهایی برایشان بسته شود نام برده است همزمان کاخ الیزه درباره خبر منتشر مبنی بر لغو مهمانی رسمی پذیرایی از حسن روحانی به علت اختلاف بر سر سرو کردن شراب سکوت کرده است. رادیو آرتی ال فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده بود که مقام های فرانسوی ظاهرا برنامه مهمانی رسمی نهار در پاریس به میزبانی فرانسوا اولاند را لغو کردند. بنابر این گزارش این تصمیم پس از آن بود که دولت ایران اصرار کرد نهار بدون شراب و با گوشت حلال سرو شود که برای فرانسه قابل قبول نبود در عوض فرانسوی ها پیشنهاد مراسم صبحانه را دادند که مورد قبول ایرانی ها واقع نشد حال دو رهبر جدا از اختلاف سلیقهشان در منوی غذا قرار است برای نشستی رسمی در روز سهشنبه کنار یکدیگر قرار گیرند تا شاید در مسائلی مهمتر به تفاهمات و اشتراکاتی دست یابند دولت سوئد اعلام کرده است به مدت ده روز بزرسی های موقت مرزی را اثر می میگیرد در حال حاضر سوئد همانند آلمان پذیرای شمار زیادی از پناهجویان شده است وزیر امور مهاجرت سوئد هشدار داده این کشور ظرفیت پذیرش پناهجوی بیشتر را ندارد و مهاجران تازه وارد یا باید به دانمارک و آلمان بازگردند یا در پی یافتن جایی برای خود باشند سوئد در واکنش به شمار بالای پناهجویانی که به این کشور وارد شدهاند، اعلام کرده است که بار دیگر بازرسی موقت مرزی را با هدف کنترل مهاجران از سر می گیرد. آندری یگمان وزیر کشور سوئد اعلام کرد که این بازرسی ها از ظهر روز پنجشنبه 21 آبان ماه به وقت محلی ابتدا به مدت ده روز به اجرا در خواهند آمد. در راستای وضع این مقررات قطارهای مسافربری ماشینها و کشتیهای مسافربری در جنوب سوئد متوقف شده و مدارک مسافران کنترل خواهد شد اکثر مهاجران از طریق خاک آلمان خود را به سوئد میرسانند در حال حاضر سوئد نیز همانند آلمان پذیرای شمار زیادی از پناهجویان شده و قوانین پناهجویی در سوئد نیز همانند آلمان در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی آسانتر هستند تنها در عرض دو ماه و نیم گذشته 80 هزار پناهجو وارد سوئد شدند مقام های سوئدی تخمین میزنند که تا پایان سال جاری میلادی 190 هزار پناهجو وارد این کشور می شوند تا کنون شماری از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان کنترل مرزی را در بخشهایی از مرزهای خود با کشورهای همجوار اعمال کردند برخی از کشورهای واقع در مسیر بالکان با ساخت حصارهای مرزی تلاش کردند تا مانع از ورود پناهجویان به خاک خود شوند یک مقام مسئول در اداره امور مهاجرت و پناهجویی در توصیف وضعیت بحرانی کنونی در این کشور گفته است شرایط به گونه ای شده که پناهجویان به اجبار در برابر دفاتر کاری اداره مهاجرت در چادر اسکان داده شوند وی اضافه کرده است که در پایانه های مسافربری شهرهای مختلف پناهجویانی که تنها سفر کردند به طور روزانه ناپدید می شوند به گفته این مقام مسئول اداره مهاجرت در نظر دارد کودکان پناهجوی تنها و بدون سرپرست را هرچه سریعتر از سایر پناهجویان جدا کرده و به مکانی امن منتقل کنند وزیر امور مهاجرت سوئد اخیرا هشدار داده بود که این کشور ظرفیت پذیرش پناهجوی بیشتر را ندارد و مهاجران تازه وارد یا باید به دانمارک یا آلمان بازگردند یا اینکه خود در پی یافتن جایی برای خود باشند وی اعلام کرده بود که سوئد در مقایسه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین شمار پناهجویان را در خاک خود پذیرفته است سوئد نیز همانند ایتالیا و یونان درخواستی را به کمیسیون اتحادیه اروپا ارائه کرده و خواستار آن شده تا دیگر کشورهای اروپایی سهمی از پناهجویانی را که وارد سوئد شدهاند در خاک خود جای دهند دولت سوئد همچنین خواستار کمک مالی بیشتر کمیسیون اتحادیه اروپا به این کشور شده است این کشور اواخر ماه اکتبر از اعمال سختگیری های جدید در رابطه با سیاست پناهندگی خود خبر داد. رئیس جمهوری ایالات متحده در نامه به کنگره آن کشور با تاکید بر عادی نشدن روابط ایران و آمریکا خواستار تمدید وضعیت اضطراری ملی در قبال جمهوری اسلامی شد آقای اوباما در این نامه تصریح کرده که روابط ما با ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به کنگره ای آن کشور خواستار تمدید وضعیت اضطراری ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران شد رئیس جمهوری آمریکا در این نامه که روز سهشنبه 19 آبان در وبسایت کاخ سفید آمریکا منتشر شده گفته است روابط ما با ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته است فرمان رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روند اجرای موافقت نامه های 19 ژانویه 1981 میان تهران و واشنگتن است که بر ادامه وضعیت سالهای گذشته تاکید می کند. در 19 ژانویه 1981 نمایندگان تهران و واشنگتن در الجزایر برای پایان دادن به قضیه گروگانگیری کارکنان و اعضای سفارت آمریکا در ایران توافقهایی کردند. جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا برای نخستین بار این فرمان را ابلاغ کرد فرمان اعلام وضعیت اضطراری بخشی از اختیارات ریاست جمهوری است که به رئیس جمهوری اجازه میدهد برای مقابله با هر تهدید خارجی به اعمال وضعیت اضطراری ملی روی بیاورد وضعیت اضطراری ملی از جمله به دولت آمریکا اجازه می دهد تا همچنان به توقیف بخشی از های ایران در ایالات متحده آمریکا ادامه دهد تمدید وضعیت اضطراری در قبال ایران توسط آقای اوباما یک روز پس از دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل منتشر شده است در همین حال اسرائیل روز سهشنبه 19 آبان به تصمیم روسیه برای امضای قرارداد فروش سامانی دفاع ضد موشکی 300 به ایران اعتراض کرد روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که قرارداد تحویل سامانه های دفاع هوایی پیشرفته 300 را به ایران امضا کرده است یوال وزیر انرژی و مسئول پرونده ایران در کابینه اسرائیل در یک نشست خبری در بیت المقدس ضمن آنکه سامانه سیصد را یکی از بهترین ها در نوع خود نامید برخوردار شدن ایران از این سامانه را تهدیدی برای اسرائیل دانست کارشناسان نظامی همواره گفتند که تحویل سامانه های تدافعی سیصد به ایران به توان اسرائیل برای حمله هوایی احتمالی به سایت های اتمی ایران لطمه جدی وارد می کند. تلاویب از آغاز معامله ایران و روسیه در مورد این سامانه ها با آن مخالفت میکرد تصمیم روسیه برای تحویل سامانه های دفاع هوایی که ایران میخواهد در اطراف تأسیسات حسدهیش مستقر کند در روزی اعلام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیداری در کاخ سفید درباره افزایش کمک های نظامی آمریکا به اسرائیل برای یک دوره ده سالی دیگر گفتگو کردند قرار است هیئتی مشترک از اسرائیل و آمریکا در هفته های آینده حول نهایی کردن سند تفاهم افزایش کمک های نظامی آمریکا به ارتش اسرائیل کار کنند وزیر انرژی اسرائیل همچنین گفت ایران میخواهد جبهه جنگ دیگری علیه اسرائیل از طریق ارتفاعات سوری جولان ایجاد کند این تصریح کرد بحر برداری ایران از وضعیت تراژیک سوریه برای تقویت جای پای خود در منطقه به شدت آزار دهنده است نخست وزیر اسرائیل نیز در همین روز در یک سخنرانی در آمریکا گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد که خاک سوریه به عرصه تازه از سوی ایران برای حمله به اسرائیل مبدل شود با این گزارش به پایان برنامه امروز می رسیم بسیار سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی هایی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا دیدار دیگر شب و روز شما خوش.